ویدئوهای قبلی از باورهای باستانی انسانهای اولیه گفتیم. اینکه از دیدگاه محققان غربی چطور انسانهای اولیه با جان بخشیدن به اشیا و نیروهای طبیعی اونها رو به عنوان طراحان اصلی جهان و نیروهای الهی مورد پرستش قرار می دادند. این پرستش در ابتدا نوعی احترام و توجه بود، اما به تدریج انسان‌های اولی متوجه شدند که باید رابطه تعاملی رو با این خدایان طبیعی شروع کنند. رابطه‌ای که برای آغاز اون انسان باید کشف می‌کرد که چه چیزهایی موجب خشم و ناراحتی و چه مسائلی باعث شادی و رضایت خدایان میشه. به همین شکل او مراسم آیینی و قربانی کردنها رو به زندگی روزمرش اضافه کرد. اعمال و ریچوال‌های نمادینی که گاهی به صورت رقص و پایکوبی و گاهی به شکل ریختن خون بر روی زمین انجام می شدند. در اینکه آیا چنین تصوراتی تماماً از ذهن انسان اولیه به بیرون تراوش کرده یا اینکه اونها با موجودات یا اتفاقات غیر قابل توضیح برخورد داشتن، نظرها متفاوته. عده‌ای از محققان بر این باورند که انسان اولیه قادر نبوده که چنین سیستم پیچیده‌ای رو تنها با خلاقیت و نیازهای معنوی خودش خلق کنه. در نتیجه خدایان رو ریشه در ایده ها و تخیلات انسان ها نمی دونن، بلکه بر این باورن که باید برای این موضوع توضیحات بهتری وجود داشته باشه. توضیحاتی که برخی از محققان برای اون از ایده تماس با موجودات فضایی استفاده می کنن و برخی دیگه از جهانهای معنوی، استرال و موجودات غیر ارگانیک مثل ارواح و اجنه صحبت می کنند. در این ویدیو ما به مصر باستان سفر می کنیم و خدایان و اسطوره های مصری رو بررسی می کنیم. همچنین دیدگاه مصریان باستان رو به این خدایان و میزان قدرت و نفوذ اونها در زندگی افراد و نیروهای طبیعی رو می بینیم. کانال قار یک جستجوی معنویه. جستجوی به دنیای درون، به دنیای قلب و به جهان معنا. در اینجا ما به کمک تحقیقاتمون سعی می‌کنیم از مسائلی پرده برداریم که قبل از این برای خیلی از ما سخت و غیر قابل حل بوده. برای دنبال کردن ما کافیه کانال قار رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. طبق باور تاریخ نگاران و روانشناسان، مطالعه اساطیر مصر باستان نشان می دهد که آنها خدایان مصری و اعمال اونها رو به عنوان وسیلهی برای درک دنیای پیرامونشان توصیف می کردند. باورهایی که به عنوان دین و جهان بینی مصر باستان پذیرفته شده بود و در تلاش بود که تمام کارکرد جهان و نیروهای طبیعی رو از این طریق توضیح بده. امروز گزارش کاملی از داستان خدایان مصری در دست نداریم، چرا که این باورها به شکل داستانهای کوتاه، سرودهای مذهبی، متنهای آیینی و تزئینات درون معبدها برای ما به جا موندن. کارشناسان معتقدند که مصریان باستان با الهام گرفتن از چرخه‌های طبیعت زمان را به صورت یک سری الگوی تکرار شونده می دیدند. با این حال اونها معتقد بودند که در ابتدا، یعنی زمانی که خدایان به وجود اومدن، زمان به صورت خطی وجود داشته. در همون ابتدا اسطوره ها تنظیم شدند و داستان های میان خدایان شکل گرفت. بعد از اون هرچه که در جهان اتفاق میفته چرخه های از همون اسطوره های اولیه است و به این شکل بود که جهان ما نوعی نظم و هماهنگی پیدا کرد. تعداد خدایان در باورهای مصر باستان به بیش از 2000 میرسه. از جمله مهمترین اتفاقات گذشته در اسطوره های مصری،
اسطوره های آفرینشه که در اون خدایان جهان رو از هرج و مرج اولیه شکل میدن. پس از این اسطوره داستان سلطنت خدای خورشید بر روی زمین و ماجراهای نبرد میان خدایانی مثل آیسیس، اوزریس و ست از مهمترین اتفاقات اسطوره‌ای در مصر باستان محسوب میشه. اسطوره شناسان معتقدند که خدایان مصری از سیستم باورهای زنده انگاری، یعنی باور به اینکه حیوانات و گیاهان دارای روح و جان هستند، به سیستم بسیار انسان انگار تکامل پیدا کردند. باور به اینکه خدایان میتونن در شکل و قالب انسانی ظاهر بشند، عقاید مصر باستان رو بیشتر به سمت علوم جادویی کشاند. هکا خدای جادو و پزشکی بود. این خدا همون خدایی بود که قبل از همه خدایان وجود داشت و خلقت هر دو زندگی فانی و زندگی الهی رو انجام داد. او به تمام خدایان دیگه نیرو بخشید و مسئول جادو در جهان بود. البته باید اشاره کنیم که جادو در مصر باستان به عنوان نیروهای طبیعی در نظر گرفته می شد. جادو برای اونها توجیهی برای چگونگی عمل کرده جهان بود. ما امروز نیروهای طبیعی رو با علوم تجربی مثل فیزیک و ریاضیات توضیح میدیم، در حالی که جادو رو علوم ماورایی و خارج از سیستم طبیعی میدونیم. در مصر باستان تمام نیروهایی که در طبیعت یافت می شدند در حکم جادو بودند و به وسیله همین تفکر اونها موفق می شدند که از نیروهای مختلف به صورتهای غیر طبیعی بهره بگیرند. خدایان مصر همگی دارای اسم، شخصیت و خصوصیت منحصر به فرد بودند. لباسهای متفاوتی می پوشیدند و اشیای مختلفی رو به عنوان اشیای مقدس در دست می گرفتند. اونها بر قلمرو تحت نفوذ خود حکومت می کردند و هر کدام به حوادث به شیوه خاص خودشون واکنش می دادند. هر ایزد حوزه تخصصی خودش رو داشت. با این وجود با بخشهای مختلف زندگی انسانها در ارتباط بود. به عنوان مثال هاسور، الهی موسیقی، رقص و مستی بود، ولی همزمان به عنوان الهی مادر هم شناخته می شد. با راه شیری به عنوان یک انعکاس الهی از رود نیل در ارتباط بود و در دورانهای اولیه به عنوان یک ویرانگر شناخته می شد. مصر شناسان معتقدند که اسطوره ها داستان های نمادین هستند که برای انتقال مفاهیم مختلف از اونها استفاده می شده. به همین خاطر داستان هایی از جنگ ها و اتفاقات خاصی که از خدایان مصری نقل شده غالبا به صورت های مختلفی تعبیر می شن. با این وجود برخی از کارشناسان و نظریه پردازان معتقدند که جهان بینی مصر باستان ریشه در واقعیت داره، یعنی اتفاقاتی در گذشته در جهان رخ داده و این داستان‌ها حاصل روایت‌های مختلف از اون اتفاقاته. اتفاقاتی که برای ما امروز بسیار گنگ و ناشناخته است. از دیدگاه روانشناسی هم بزرگانی همچون یونگ معتقد بودند که اسطوره‌ها تصاویر و داستان‌هایی هستند که در ناخودآگاه تمام انسان‌ها به صورت الگوهای تاریخی موجود هستند و در هر برهه تاریخی به شکلهای گوناگونی خودشون رو برای انسانها آشکار می کنند. شاید این تعبیر رو بشه با این باور مصریان مرتبط دونست که خدایان در زمانهای اولیه داستانها و اسطوره‌ها رو ساختند. پس از اون همه چیز تکرار می شه و جهان به نظم مشخصی در اومده. در این ویدیو اسطوره های مصر باستان و اعتقادات مذهبی اونها رو بررسی کردیم. دیدیم که جهان بینی اونها که بر دوش بیش از 2000 ایزد مختلف سوار شده بود، جهان رو به چه شکلی تعریف و نیروهای طبیعی رو چطور مشخص می‌کرد.